سلام خوش اومدید به اپیزود 75 م پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما این هفته چند تا سوژه خیلی جالب و خوب داریم فقط قبلش من برای کسایی که شاید با فکنامه آشنا نباشند بگم که سایت فکنامه سایت درستی سنجی همون چکینگه ما در طول هفته میریم سراغ خبرها و گفته هایی که در نگاه اول ممکنه به نظرمون بیاد باید بررسی بشن و سعی میکنیم اطلاعات دقیقتر و توضیحات بیشتری دربارهشون بدیم و خلاصه فکت چکینگشون کنیم این هفته هم تو پادکست فک نامه سعی کنیم خیلی سریع این فکت های هفته گذشته رو مرور کنیم و دربارهشون یه ذره بیشتر حرف بزنیم سوژه جالب این هفته زیاد داشتیم ولی خب خیلی وقتام هم رسیم همشون رو بررسی کنیم و میریم سراغ مهمترین سوژه تو این قسمت اول درباره آمارهای نادرست و گمراه کننده ای صحبت میکنیم که ابراهیم رئیسی درباره اقتصاد ایران مطرح کرده بعدش میریم درباره موضوع خیلی جالب و اونم موضوع ولیعهدی در خاندان پهلوی دربارهش صحبت میکنیم فکچکی که خب بعد از مصاحبه فرای پهلوی شهبانوی سابق ایران انجام دادیم و احتمالا شنیدید دربارش چون خیلی خبرساز شد دو تا سوژه خوب دیگه هم داشتیم مثل بحث چاکرا که از تلویزیون منوتو پخش شد و یه شایعی درباره مریم میرزاخانی دو تا سوژه هم داریم درباره اتفاقات داخلی ایرانه یکی یه یک گفته ای از فرمانده یکی از فرماندهان پلیس درباره کارتون و اتوبوس خواب هاست یکی هم درباره سرعت اینترنت در ایران که سعی میکنیم این سوژه ها رو دونه دونه مرور کنیم و حرف بزنیم دربارهشون رو ببینیم که داستان از چه قرار بود. یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم شهریور سال گذشته 1400 رو با شهریور امسال اون وقت قریب 60 درصد بود الان 40 درصد و نیم هست اولین سوژه مربوط به ادعای ابراهیم رئیسی روز هفت شهریور به بهانه اولین سال روز شروع به کار دولت که دوازده مرداد بود توی جمع خبرنگارا گفته بود که نرخ تورم از شهریور پارسال تا الان نزدیک 20 درصد کاهش پیدا کرده ما به این گفته نشان گمراه کننده دادیم رضا اگه میشه برامون یه ذره توضیح بده که چرا گمراه کننده است این حرف آقای رئیسی بخوام خیلی خلاصه اگه توی جمله بگم به خاطر اینکه یه چیزی از اینجا برداشت یه چیزی از اونجا یه چیزی یه جای ورداشته که ما نمیدونیم ن... ما نمیتونیم ببینیمش و اینا رو برده کنار هم دیگه نتیجه گیری کرده توی فضای معلق این در بهترین حالت گمراه کنند است ام. ما الان در ایران یک مرجع رسمی انتشار آمار و تورم داریم طبق مصوبه شورای عالی آمار از سال 97 بعد تنها مرجع انتشار آمار و تورم در ایران مرکز آمار ایرانه خود دولت مصوبه داره خود ابراهیم رئیسی صحبت کرده پنج مرداد یعنی تقریبا حدود یک ماه قبل از اینکه بیاد این سخنرانی رو انجام بده این نشست خبری رو برگزار کنه گفته که همه دستگاه دولتی موظفن که هماهنگی آماری داشته باشن با مرکز آمار خلاصه میریم این آمار داده مرکز آمار رو نگاه میکنیم میریم نخیر این اتفاق نیفتاده کاهش بحث کاهش 20 درصدی نیست نرخ تورم تقریبا اختلافش نرخ تورم حالا چند تا داریم شاخص برای بله تورم تورم 12 ماهه که یه دوره بلند مدت رو در نظر میگیره اختلاف 4 درصد بر اساس دادای مرکز آمار و اینکه تورم نقطه به نقطه وضعیت مصاب... مشابه پارسال رو بررسی میکنه اون خیلی اختلافش بیشتر شده یعنی تورم تقریبا رفته بالای 50 درصد توی مرداد یک. بنابراین طبق آمار مرکز آمار این درست نیست اما بعد از اینکه این گفته منتشر شد یه سری مقام های دولتی اومدن گفتن که این گفته ای که ابراهیم رئیسی گفته این رو از آمار بانک مرکزی برداشته به طور مشخص آقای خاندوزی وزیر اقتصاد اومد توییت زد یه سری نمودار رو مشخص کرد گفت که این حرفی که ابراهیم رئیسی زده از روی آمار بانک مرکزی ظاهر نمودارا بله این رو تایید میکرد اما خب ما چه جوری بتونیم بگیم که درباره این آمار قضاوت کنیم ما نمیتونیم درباره صحت این آمار به طور قطعی حرف بزنیم تا زمانی که این داده ها در دست نباشه تازه این داده ها رو باید بگیریم بالا پایین بکنیم عدداشو بذاریم کنار همدیگه ببینیم چه ابهاماتی داره که بتونیم اونها رو در واقع راستی آزمایی مقدماتی کرده باشیم به صحت و اعتبارش پی برده باشیم تا زمانی که این آمار بانک مرکزی منتشر نشه ما نمیتونیم این استناد رو بپذیریم به عنوان فکت فرعی در بهترین حالت میتونیم باش مواجه بشیم یعنی فکت دو س... فرعی رو میشه توضیح به فکت اصلی وقتی فره. ما میریم سراغ یه منبعی یک فکتی یک سندی رو میاریم و با قطعیت بهش استناد میکنیم ما میگیم فکت اصلی مثلا آقا جمعیت ایران چقدر سرشماری مرکز آمار ایران یه فکت اصلیه اما مثلا فرض کن مرکز آمار یه چنین جمعیتی رو منتشر که یه نهادی اومده نهاد تحقیقاتی اومده یه پیشبینی جمعیتی ارائه داده که اون رو ورده اون رو به عنوان فکت فری منظورم اینه که به عنوان فکتی که میتونیم بیار بقا بگیم این هم هست در کنار فکت اصلی این هم وجود داره یه پازل یه تیک از پازل چیزه میتونه به ما کمک به واقعیتی. همین خیلی تعبیر پازل خوب بود داره یه تیکه که کمک بکنه که بتونیم یه شمای از واقعیت رو ترسیم کنیم فکت فری در واقع این کار میکنه به خصوص وقتی که ما فکت اصلی نداریم قبلا دربارهش مفصل فکر کنم صحبت کردیم تو فکت های زیادی ما از این روش استفاده کردیم اینجا فکت اصلی مرکز آماره فکت فرعی بانک مرکزیه ولی یه سری ابهام هم وجود داره که باعث میشه که ما در انگیزه ای اعلام این خبر دچار تردید بشیم ببین ابراهیم رئیسی چند تا عدد و رقم تو سخنرانیش میگه قبل از اینکه به این نتیجه برسه عدد و رقم مربوط تورم تمام این عدد و رقم ها از مرکز آمار برداشته شده راجع به این صحبت میکنه مثلا میگه که تورم اومد زیر 40 درصد طبق مرکز آمار اومد زیر 40 درصد و اینه این نموداری که خاندوزی منتشر کرده زیر 40 درصد نداره اعدادای تورم ماهانه رو میگه خب اینا نشون میده که آقا یه جور انگار چیزی که دلش میخواد رو از این ور اونور برداشته که به نتیجه گیری دلخواه برسونه که یعنی اینو از این ورشم اینو از اون برداشتم اونو از این صرف نظر از تمام اختلافاتی که این دوتا دارن من نتیجه دلخواه رو گرفتم و نتیجه گیری کردم که پایین اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار چیز جدیدی نیست سالهاست مطرحه این اختلاف بالا پایین هم زیاد داشته ولی به طرز سوال برانگیزی یهو این اختلاف الان ما میبینیم که اون نموداری که خاندوزی منتشر کرده با دادهایی که مرکز آمار دارن به شکل عجیبی این اختلاف کم شده پارسال 14 واحد درصد اختلاف داشتن خیلی نسبت آره. بزرگی بعد الان رسیده به زیر یه درصد یک واحد درصد حالا میگم من نمیخوام تشکیک ایجاد بکنیم بگیم آقا اینی که خاندوزی منتشر کرده غلطه با فرض اینکه اینو درسته فرض رو هم بر صحتش بذاریم به دلیل این ورداشتن از این و شما یه اصطلاحی داری به کار میبری میگه چی کی من چری پیکینگ میکنه چری پیکینگ آره گزینشی عمل میکنه آره هی hey, اینو برمی داری اینو که نزدیکی رو انتخاب میکنه بقیه رو اصلا ایگنور میکنه اینجا به طور مشخص این ماده گیلاسای مال مرکز آنوار رو رو چیده گذاشته که نه بعد دیده او او یه دونه درشتم اونور توی جایی ارزش حالا <تصفح> که درختش هم تازه با بقیه نمیتونن ببینن <تصفح> اون گیلاس دروشر هم آورده گذاشته کنار هم دیگه و یه نتیجه گیری کرده این نتیجه گیری گمراه کننده است به این دلیل ما بهش نشان گمراه کننده دادیم چون همه واقعیت رو نمیگه و یک عالم ابهام و سوال و ایراد ترسیم میکنه ولی این خیلی جالبه همونجوری که خودت هم گفتی هر ببین هر دوی این دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار امسال خیلی عدداشون و آمارشون نزدیک به همه برخلاف سالهای گذشته که معمولا اختلاف داشتن با هم پارسال خیلی تفاوت داره آمارشون یعنی بانک مرکزی داره میگه 59 اودودن، ولی مرکز آمار داره میگه 45 آره پارسال اینجوری بود ساله قبل هم این اختلاف وجود داشت حالا آره. جالبه همیشه سوال برانگیز بود که چرا اینا اختلاف دارن انقدر اختلافشون هم زیاده ولی برقس. این دفعه اینکه اختلاف ندارن یهو این مشکل قدیمی بعد 15 سال حل شده و یهو <applause> همه چی گلو, گلو شده این یه مقدار ابهام برانگیز سوال برانگیزه محدود به تورم هم نبود چند تا صحبت اقتصادی دیگه ای هم شد یعنی دستاورده اقتصادی رو گفتن راجع به سرمایه گذاری خارجی ابراهیم رئیسی صحبت کرد راجع به اشتغال صحبت کرد داریم کار میکنیم راجع به حالا سرمایه گذاری خارجی نه سرمایه خیلی بامزه بود نمیدونم دیدین شما یا نه یه نموداری رو ایرنا منتشر کرد از وضعیت سرمایه گذاری خارجی یهو نشه دولت های مختلف همه بین مثلا سه میلیون دلار 4 میلیون دلار اینا اومدن یهو نمودار به دولت رئیسی که میرسید از صفحه خارج میشد و اینو شما اصلا تعجب میکردی اینو نگاه میکردی میرفتی نگاه میکردی دیدی که دوستان اشتباه کردن فرق سه هزار یعنی میلیون یعنی اینقدر اشتباه کرده بودن که نمیدونستن سه هزار میلیون دلار همون سه میلیارد دلاره یعنی یه تصور دیگه ای داشتن و نمودار اشتباه ترسیم کرده ما خبرگزاری جمهوریس خیلی هم واکنش داشت تو توییتر و اینا خیلی مسخره کردن و یه کار خوبم که کردن بود که اینا اومد اینو تصحیحش کرد عذرخواهی کردن توضیح دادن گفتن این اشتباه شده و به هر حال اومدن یه چیزه گفتن با یه لحن حالا مثلا سعی کردن دوستانه اونها مسئول اونجا اومد توضیح داد اینو اصلاح کردن ولی باز یه ابهامی که وجود اومد این که تو این نسخه اصلاح شده دیگه 1400 و 1401 رو برداشتن دیگه خیلی جالبه اون قبلی 1400 رو داشت این 1401 رو برداشتن یه بحث دیگه هم حالا مطرح ما داریم کار میکنیم نمیدونم فکت چکش بکنیم یا نه اینه که اصلا ما دو تا مفهوم به اسم سرمایه گذاری خارجی مصوب داریم یه دونه سرمایه گذاری خارجی و جذب شده یعنی اینکه مدیرا میشینن دوره هم دیگه میگن امسال چند میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم حالا البته این, این شکل و شمایل نیست تصریب میکنن میگن 5 میلیارد دلار جذب کن اینو معمولا دولت ها خب خیلی میان آمارشو میدن ولی اونی که چقدر در واقع جذب میشه یه مقداری یعنی مهم شاخصی که اینقدر آقا شما شما 50 میلیارد دلار اگه مصوب بکنی ولی دست آخر 500 میلیون دلار هم جذب نشه خب چه فایده به حال این نکته مهمیه ما حالا داریم روش کار میکنیم نمیدونم به فکت برسی برسه یا نه روی اشتغالم که قبلا یکی از وعده های مهم انتخابات رئیسی بود روی اونم داریم کار میکنیم هم خود رئیسی یه حرفایی زدم قبلتر مخبر یه چیزایی گفته بود معاون اول رئیسی اینا رو داریم به هر حال روشون کار میکنیم من چون هنوز به نتیجه قطعی یعنی نتیجه رسیده ولی هنوز داریم ادیت میکنیم ممکنه عوض بشه اینا نگه میدارم احتمالا وقتی پادکست رو میشویم اون دو مطلب اشتغالم رو سایت هست ولی اگر صبر بکنیم بهتر صبر بکنیم هفته دیگه دربارش اگر وقت داشتیم بیشتر صحبت بکنم خیلی ممنون ما مطلب رو خب به همراه جدول ها و لینک ها و نمودار هایی که خب رضا داشت بشون استناد میکرد رو تو سایت فکنامه منتشر کردیم تا لینکش هم تو توضیحات پادکست میذاریم که راحت پیداش بکنید به نظرم میاد رای خوبیه برای اینکه ببینیم وضعیت تورم و همینطور وضعیت آمارها در ایران چجوریه حتی اگه بخوایم به منابعی استناد کنیم که خود دولت هم بهش اشاره میکنه بازم میبینیم که صحبت مطرح میشه که با واقعیت کاملا منطبق نیست و یه ذره گزینشیه خیلی هم آخه منطبق نیست این نکته مهمیه چون بالاخره ب... در حال حاضر ما دچار یک موج سنگین افزایش قیمت ها توی این اخیر هستیم توی چنین دوره وقتی خب مثلا بیان میشه که 20 درصد یه ها تورم کم شده و اینها به یه شاخصی استناد میشه که تاثیر واقعی اون موقع این ابهام و سوال رو بیشتر ایجاد میکنه شک و تردید رو به آمارهای رسمی بیشتر میبره بالا حالا تو این یه مورد خاص که واقعا مستاق ارائه آمار گمراه کننده بود ولی کلا به هر حال اینکه گفتی با واقعیت فاصله داره این نکته خیلی مهمیه با واقعیت ملموس واقعا این چیزی که گفته شده فاصله داره و ابهام ایجاد میکنه بسیار عالی آقا از دولت بیایم بیرون و بریم سراغ یه فکچه که دیگه که این هفته رفتیم سراغش مفصل کار کردیم مربوط به مصاحبه فرح پهلوی شهبانوی پیشین ایران بود درباره مسئله ولیهدی نور پهلوی خانم فرای پهلوی شهبانوی پیشین ایران با یک روزنامه ایتالیایی مصاحبه کرده و گفته اگر در ایران سلطنت برقرار بود طبق قانون اساسی مشروطیت نور پهلوی جانشین پدرش میشد این گفتگو با روزنامه لیبرو انجام شده تاریخ انتشارش 21 مرداد 1401 خیلی هم تو رسانه ها باستاب داشته هم این جمله و البته جمله های که شاید الله باستابشون بیشتر از این بوده ده. برای کسی هم که ندونن نور پهلوی فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلویه و یکی از سه دختریه که ایشون داره آره این مصاحبه خب خیلی باستاب داشت هم تو رسانه فارسی بیرون ایران مثل صدای آمریکا و رادیو فردا و همچنین خب رسانه های و سایت های داخل کلی مطلب در این باره منتشر کردن و خب تو شبکه های اجتماعی هم حرف دربارهش زیاد زده شد و واکنش ها زیاد بود خب ما که رفتیم سراغ اصل مصاحبه اولین چیزی که متوجه شدیم اینه که کلا حرفایی که توی مصاحبه گفته شده خیلی دقیق منتقل نشده یعنی با بازتابی که داشته خیلی در واقع دقیق نبوده مثلا به طور مشخص خبرنگار سوال میکنه آیا آماده بازگشت به ایران هستید که خانم فرهم میگه که بله امیدوارم اینطور بشه ولی خب جوری ترجمه شده که انگار میگه که دارم آماده میشم که به ایران سفر کنم حالا به حال یه متن توییتی هم داشت که ممکنه اون هم اثر داشته باشه وقتی که خود حساب کاربری شهبانو فرای پهلوی این مصاحبه رو منتشر کرد توییت به انگلیسی گفته بود که ایران به دنبال سلطنت این توییتیه که خود حساب خانم پهلوی منتشر کرده که گفته ایران به دنبال بازگشت سلطنت است و من آماده بازگشت به ایرانم این خیلی یه ذره این واکنش ها زیاد شده بود درباره این قصه این جمله به این خاطر که میگفتن که حمله بر این شده بود که خانم پهلوی داره تعیین تکلیف میکنه و اینکه خودش رو فکر میکنه به زودی داره برمیگرده و مثلا مسئله داره حل میشه بعدا توی یه بیانیه هم که از سوی دفترش منتشر شد اونجا در, بر در بر این بخش از مصاحبه توضیح داد ولی خب به حال این مسائل بود ولی ما رفتیم سراغ بخشی که به نظر اومد قابل فکت که اونم بحث ولیعهدی و قانون مشروطه و امکان ولیعهدی نور پهلوی بود که اون رو بررسی کرد آره توی قسمت از مصاحبه خبرنگار به مسئله حقوق زنان در ایران اشاره میکنه به هجاب اجباری اشاره میکنه بعد از فرای پهلوی میپرسه آیا نوه شما پرنسس نور دختر بزرگ شاهزاده رضا وارث سلسله پهلوی که خانم پهلوی میگه بله طبق اصل ولی اهدی فرزند اول اگر در ایران سلطنت برقرار بود نور جانشین پدرش میشد بعد ادامه میده که خب قانون اساسی قدیمی ما منظورش قانون اساسی پادشاهی مشروط است موقعیت مهمی رو برای زنان به رسمیت میشناخته و بعدم به این موضوع اشاره میکنه که محمد رضا شاه ایشون رو یعنی خانم پهلوی رو به عنوان نایب السلطنه معرفی میکنه که خب کم سابقه بوده در لاقل ایران بعد از اسلام که یک زن بتونه نایب السلطنه باشه خب فرا جان چی چیکار کردیم برامون یه توضیح بده که مرحله به مرحله کجا رفتیم و به چه ای رسیدیم ببین برای ما خب خیلی جالب بود جالب بود که اما اول کسایی که آشنا باشن با سیستم پادشاهی در ایران میدونن که خب پادشاهی به پسرها میرسه به مردها میرسه لاقل وضعیتی که تا قبل از انقلاب بود خب ما رفتیم سراغ قانون رفتیم سراغ بخش متمم قانون مشروطه اولین چیزی که باید بدونیم اینه که مطابق اصل 36 متمم قانون اساسی مشروطیت که سال 1304 اصلاح شده تو متنش اومده که سلطنت باید در عقاب ذکور رضا شاه پهلوی نسلا بعد نسل برقرار میشه یعنی چی عقاب زکور؟ یعنی پسران یعنی شاه باید پسر باشه و از نوادگان و از بچه ها و حالا نواده های رزاشای پهلوی باشه توی اصل سی و هفتم اینجوری اومده گفته ولایت عهد باید با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاسب باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیت بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعت از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه به وجود آید حقا ولایت عهد با او خواهد بود ببین در واقع به میگه ولایت دهتی هم با پسر بزرگ شاهه و در صورتی که حالا اگر شاه پسر نداشته باشه اون فردی که مشخص میشه به مجلس اینجا هیچ توضیحی نداده که چه شرایطی داشته باشه جنسیتش چی باشه اصلا فقط اینکه خانواده قاجار نباشه این نکته بله. که این هم هستش که حالا برای بعضی آره ای... دقیقا این نکته ای هم هست که اتفاقا وقتی ما این فکچک چک رو منتشر کردیم آقای علیرضا کیانی از اعضای فرشگرد هستن و عضو دانش لیبرال و خب سردبیر مجله فریدون طرفدار نظام پادشاهی ایشون یه توییت مجموعه توییتی زد که گفت این حرف خانم پهلوی نادرست نیست چرا چون در اصل سی و هفت نگفته که اون ولی عهدی که شاه پیشنهاد میکنه جنسیتش چیه خب اینجا یه ایرادی هست که ما هم حالا جواب دادیم بهشون مسئله اینجاست که ولی عهد اصلا در تعریفش اینه که کسی ولی اهد باید بشه که هر لحظه که لازم شد بتونه جایگزین شاه بشه و بر تخت سلطنت بشینه در اصل سی و شیش هم این موضوع کاملا واضح توضیح داده که چه کسی میتونه بر تخت سلطنت پهلوی بشینه مرد بودن اصلا جزو شرایطشه حالا به جز دوتا دو دیگه. تا ویژگی رو گفته دیگه یکی تا ویژگی بودن از و یکی بچه های رضا شاه پهلوی باشه و مرد باشه حالا اینکه تو اصل بعدی دیگه مرد بودن رو اعلام نکرده دیگه خب قانونگذار لازم نمیدیده چون اصلا اون شرط رو گذاشته دیگه بخشی از کاندیداها اینجا حذف میشن آقای کیانی ولی یه بحثی مطرح کرده و گفتد میتونه که با استفاده از این ظرفیت این قسمتی که اس هفت چیزی نگفته به عنوان ولایت موقت مطرح بشه ولی ولایت موقت آقا ما نایب السلطنه داریم ریشه قانونی هم داره حالا برامون میگی ولی ولایت موقت ولایت این کسی که هر لحظه بتونه شاه بشه دیگه همین جوری که گفتی ولی خب بحث نایب السلطنه بودن زنا فرق میکنه خب مبنای قانونی هم داره درسته اون اشاره ای که خانم پهلوی به نایب السلطنه بودن خودش میکنه ولی مبنای قانونی داشته درسته در حس متمم قانون اساسی مشروطیت این امکان وجود داشته و در آبان سال 1346 هم فرای پهلوی دقیقا به این مقام میرسه استناد به همین قانون بله یعنی اونجا داره توضیح میده تو این از که اگر ولیت سنش کمتر از 20 سال باشه شهبانو مادر ولیعت میتونه به مقام نایب السلطنه نایب و تا زمانی که ولیت به سن 20 سال اون موقعی هم که سال 46 اتفاق افتاد شاهزاده رضا پهلوی 7 ساله بود و منطقاً در واقع همه چیز طی شده بود تا سال 59 همین اعتبار داشت که حالا میخوره به انقلاب و این مسائل پیش میاد ولی فراجان یه مسئله که مهمه من فکر کنم الان اصلا یه ذره دربارش صحبت بکنیم اینه که این موضوعی که ما داریم درباره صحبت می کنیم موضوع اگره در واقع داریم درباره یه دنیایی صحبت می کنیم که اگر این جوری بود اگر اون جوری بود اینجا دو تا اگر سلطنت ادامه داشت اگر قانون اساسی مشروطه هیچ تغییری نمی که همین بود اگر اینا... ما داریم درباره یه چنین اگرهایی صحبت می کنیم و بله. تو دایره این اگرها داریم فکر می کنیم ما داریم فرض می چون خانم پهلوی میگه که اگر الان سلطنت بود نور اتوماتیک میشد ولیت خب این حرف درستی نیست چون اگه همین الان خانواده پهلوی رو ما بذاریم در ایران همین خانواده پهلوی که الان داریم به قدرت برسن در ایران با همون قانون مشروطیتی که خانم فراه پهلوی داره بهش استناد میکنه باز ما یه مشکل اینجا جانشینی داریم چون شاهزاده رضا پهلوی که سه تا دختر داره کاندیداهای بعدی کی ممکنه ب... میتونستن باشن از فرزندان محمد رضا شاه خب شهناز و فرهناز حذف میشن به خاطر زن بودن علی رضا هم که میتونست تو طبق قانون روی کاغذ میتونست ولی عهد بشه و قاعدتا اون باید میشد خب اونم در قید حیات نیست میمونه ما هم باید برگردیم شاید مثلا برگردیم به اموهای رز... شاهزاده رضا پهلوی که از اونام هم... الان بریم فرزندان رضا رز... شاه رو نگاه بکنیم از همسر اول مریم سوادکویی که فقط یه دختر بود که اونم هیچی یه شاپور علی رضا داشتیم که 1333 فوت کرده از اون ولی یه پسر داریم که علی, پا علی پاتریک که متولد 1326ه اون هم حذف میشه از این لیست کاندیدا چون مادرش غیر ایرانیه و میدونیم که توضیح دادیم که باید مادر ایرانی و لصف باشه فرزندان دیگه هم داره ببینیم شاپور قلام رزا داریم عبدالرزا احمد رزا محمود رزا حالا اینا فوت کردن ولی خب شاید فرزندانشون بگیم بتونن ولی عهد ولی بشن که اونام هست میشن چرا چون مادران کسانی که نام بردم توران امیر سلیمانی و اسمت دولت شاهی نسب قاجاری دارن که باز هم طبق قانون اساسی مشروطیت از ولیعهدی کنار گذاشته میشن و نمیتونن ولیعهد بشن فرزندان دیگه هم که فرزندان پسری که ولی از دختران رضا مثل فرزندان اشرف پهلوی که باز هم نمیشه به خاطر اینکه ما داریم حرف از عقاب زکور میزنیم و و بحث ولایت عد از دختران رضا منتقل نمیشه به خاطر اینکه خب اصلا خب پدرانشون افراد دیگه ای بودن و پهلوی نبودن و این ماجره ها یعنی داریم با یک موزلی صحبت میکنیم که به این راحتی حل نمیشه و یه به یک گرهی خوب میخورد حتی اگر همین خانواده پهلوی در ایران بودن یعنی یه چند دنیای فرضی یه بومبستی تو شکل میکنی که این بومبسته به هر حال با یه طریق اصلاح قانونه نمیدونم یه چیزی که اصلا شاید اتفاقات دیگه ای اینا حل میشد بله و باقی نمیموند اما تو این دنیای فرضی روی کاغذ همین الانش در واقع این بنبسته وجود داره و یه چنین امکان قانونی نیستش نه نیست و تنها راهش تا جایی که ما فکر کردیم فقط میتونه اصلاح قانون اساسی مشروطیت باشه تو همون دنیای فرضی این گره ها خیلی جاها سابقه داره خیلی تو خود سلسله پهلوی هم در واقع سابقه داشته حالا به طور مشخص ما میدونیم که قانون همین مجلس شورای ملی یه قانون یک ماده ای در واقع تصدیق میکنه زمانی که شاه داشته با فوزی ازدواج میکرده یه تابعیت خیلی سریعی میدن و یه بند قانونی اضافه میکنن که اگر قبل از ازدواج همسر بله. شاه در همسر ولیت در واقع قبل از ازدواج تابعیت ایرانی گرفته باشه فرزندش ولیت میشه در واقع این بی سابقه نیست این گره ها به وجود میاد و این گره ها رو در واقع با تغییر قانون تغییر اصل و بند قانون باز میکنه یه چنین چیزی طبیعیه ولی همین الانش در واقع صحبت اینه که همین الانش پس ما در نتیجه میگیریم که این صحبت خانم پهلوی که گفته اگر سلطنت در ایران برقرار بود نور پهلوی طبق قانون اساسی میشد جانشین پدرش خب این قطعا نادرسته به خاطر محدودیت هایی هم که قانون اساسی مشروطیت برای کسی که شرایط لازم شاه شدن رو میتونه تو حکومت پهلوی داشته باشه اینقدر محدود کرده که الان در واقع آپشنی وجود نداره الان بین کسانی که تقریبا ما هرچی دگشتیم هیچ انسانی وجود نداره که بتونه طبق قانون مشروطه بشه شاه برای همین شاید باید اولین کاری که حکومت پهلوی اگر در یک دنیایی حکومت پهلوی دوباره برگرده سر اینا فکر میکنن باید اول روز اول این فکر این قضیه بکنن به خاطر اینکه خب مرگ همین ممکنه... باز نه اصلا خب خطرناک آدم, آدم حتی اگر یه شاه جوان سعی سالم هم باشه خب آدم یه او مثلا از پله میفته البته نه اینا خیلی خود... موضوعات جدیه چون اصلا ربطی به اینکه شاه و جوونه نیست سلطنت تو همه جای دنیا باید به شکلی پیش بشه و آماده باشه که هر لحظه که شاه وجود نداشت شاه بعدی همون لحظه من... جایگزینش بشه چون خب سلطنت نباید بدون شاه بمونه به خاطر اصلا طبیعتش اینه فراجا من یه پرانتزی واکنم البته در خود دوران پهلوی هم خب یه مدت طولانی که شاه اصلا ولایت رسمی نداشت تا زمانی که شاهزاده رضا به دنیا اومد خب هیچکی به عنوان ولایت رسم معرفی نشد یه دوره هم بعد از مرگ علیرضا در واقع مشکل بودش که آپشن وجود نداشت یعنی آره آره یعنی آره. در فاصله بین فکر میکنم 6 ساله فاصله بین کشته شدن علی رزا. تا به دنیا آمدنش آزاد رضا هیچ در واقع آپشنی هم وجود یعنی همین مشکل بودش و باید به حال بعد اصلاح بشه دیگه حالا همون اول اول هم که اگر اومدن روزی اما اول اول هم اصلاح نکردن حالا به هر حال بعد اصلاح قانونی فکر میکنم بعد در دستور کار باشه بسیار عالی خیلی چک جالبی بود آره خیلی جا. ما ما خب تو این مطلب رو سایت هم اگر برید عکس ها و لینک ها و اسناد رو منتشر کردیم خیلی تجربه جالبی بود که ببینیم قانون چی بوده و در این باره چه ابهاما و سوال هایی وجود داره و چه گره هایی وجود داره اصلا سر این فکت چک و حرفایی که با هم می زدیم تو تحریریه من اصلا حوس دوباره تاریخ پهلوی و اینا خب خیلی من برام همیشه جالبه تاریخ معاصر ایران یاد <tongs> این افتادم که خب خاطرات اسدالله رو هیچ وقت نخوندم و همیشه دوست داشتم چیز بکنم رفتم سراغ یه پادکستی هست به اسم شاه و من که در واقع خاطرات علم رو از همون تمام از سال 46 که شروع میشه مثل کتاب صوتی میخونه و این روزا به طور همیشنا شروع کرده بود با دب... دب... دو با رضا در حال گوش دادن به پادکست شامنه اگه دوست دارید و وقت ندارید این خاطرات مفصل رو بخونید میتونید بعد از اینکه پادکست فکنامه رو گوش دادید پادکست شاه و رو هم خوبیه و آره. خیلی اصلا چیز من که اعتیاد پیدا کردم به اصلا دو سه ای با, هم حرف چیزایی که خوندیم و میزنیم خیلی جالب چه دیتیلای با مزه ای داره واقعا کتاب و این خاطرات و اینا خیلی با لحن خوبی واقعا میگه این پادکست پیشنهاد پادکست از طرف ما ولی ولی خب این کتاب اگر کتابش چون کتاب نسخه نوشتاریش زیرنویسا و پاورقی های مهم می داره توضیحات مهمی رو اضافه کرده که خب این تو نسخه صوتی نیومده برای همین اگه خیلی دیگه وسواس دارید و میخواید دقیق بشید خب این نسخه یه پی دی افش یا اگه چاپش رو میتونید بخرید به اون هم میتونین رجوع کنین جالبه خب اینم از ماجرای ولایت اهدی ولایت اهدی در خانواده پهلوی و خب حالا بریم سراغ چند تا فکت کوتاه خب این یکی یه ذره مفصل تر بود حالا بریم سراغ چند تا فکت چک کتاه تر که ما تو شبکه های اجتماعی منتشر کردیم و اولیش یه ویدیو بود توی تلویزیون من و تو درباره چاکرا چاکره رو بخونیم ببینیم کدوم بازه کدوم بسته است باز. با این من جلوتون وای میسم فقط همین جوری که هستی همجور. همجور. من من اینو نگه میدارم اگه باز میشه نشون میده که اون چاکرات بازه. بازه اگه وسط میمونه بالانس هستی چی هست این ها. این خلید. از کاپر درست شده ولی من مثل ریکی انرژی رو میذارم توی بدن که به شما نشون بده مسی باش و با اگه میبنده یعنی بس بس پس ما از گلوی شما شروع گلوی من آره من... وقت نداریم سفتا، سفتا با دو تا دو, دو تا با شما، دو تا با خب همینجوری که شنیدید این تو یکی از برنامه‌های شبکه های تلویزیونی من و تو بود ما بهش نشان ندادیم ولی با عنوان شپ علم منتشرش کردیم و دربارش گفتیم برای کسایی که ندیدن حالا صداشو شنیدید ولی اگه ندیدید خب این خانومی به اسم آرزو که احتمالا مربی یوگاست داره در واقع میخواد چاکراهای مجریا رو بخونه حالا اصطلاحش اینه که بخونیم و بعدش باید پاس، باک، پاک سازی کنیم ببینه کدوم چاکرا بازه چاکرا دو یه دو تا میله در واقع حالا میله تا شده 90 درجه دستش گرفته میگیره به سمت مثلا حالا تو این مورد که دیدید شنیدید گلوی مجری و حالا این میلا اینجوری از تو دستش جوری تکون میخوره و عقب جلو میره و نتیجه میگیره که خب این چاکرات بازه یا بسته چاکرات اصلا. چیه اصلا آقا فراد خب به تو اعتقادات حالا باستانی هم بودایی و مخصوصا تو آین هندویزم باور بر اینه که تو بدن هر انسان هفت تا مرکز دریافت انرژی وجود داره که بهشون میگن چاکرا از تاج سر شروع میشه تا لگن حالا اولنان. یه چیز خیلی خلاصشه یه دونه دیگه نمیم مثلا یه چشم سوم شاید شنیده باشید که خب میگن معتقدن چاکرا اونجا درو پیشونیه و قصاش طولانیه خب اینا مبنای علمی هم داره به معنی ات... یعنی علم خب... مدرن با اون تعریفی که ما داریم ازش هم نداره دیگه به خاطر اینکه هیچ منبع هیچ تحقیق و پژوهش علمی حالا با اون روش های علمی که آزمایش بتونن بکنن و ارزیابی بتونن بکنن تکرار پذیر باشه تکرار, پذیر, تکرار پذیر, باشه. پذیر باشه. هیچ شاهدی برای وجود اون چیزی که چاکرا خونده میشه وجود نداره و اینا خب به خاطر اینکه حامیان این ادعا برای حرفای خودشون از مفاهیم علمی وام میگیرن و مفاهیم علمی استفاده میکنن مثل مثلا همین خانوم هم میگه نمام انرژی رد میشه از این میله و از طریق من نمام میفهمیم که چاکرا بازه نه خب این حرفایی که جنس میله مسیه مسی آره, جنس آره, میله مسی اسمش هم هرچی گشتم از دیروز من نتونستم پیدا کنم اسم این میله چیه چوب دستی مثل چوب دستی همین ماجیکو جادو آره این میله نازک 90 درجه خم شده است که حالا دستش گرفته خیلی یادآور مستعان شده بود خیلی هم اشاره کرده بودم تو شبکه اجتماعی که خب این فرقش با مستعان که دیش گرفته بود به سمت طرف میگفت ویروس شناسایی میکنه چیه و واقعا هم فرق زیادی هم نداره دیگه همونقدر که مستعان علمیه این هم همونقدر علمی بود خب خیلی واکنش هم زیاد بود دیگه نسبت به این پخش همچین چیزی از تلویزیون من و تو که داری ترویج شبه علم و خرافه کنید خیلی انتقاد شد بهش یه سوژه دیگه هم توی که توی سایت نیستش ولی توی توییتر و شبکه های اجتماعی خیلی کوتاه فکت چک کردیم مربوط به یه ویدیو بود که ادامی کردن حمله به زایران ایرانی در عراق خب همینجور که میدونید تو عراق این روزها نارامی در جریانه و یه سری اعتراضاتی داره اتفاق میفته و تظاهراتی یه بخشی از این تظاهرات متوجه نفوذ و تاثیر ایران و جمهوری اسلامی تو این کشور هم هست بعد به خاطر این نارامی ها دولت ایران فعلا گفته به زائرا به عراق نرند به خاطر شرایط ناامن این،, این کانتکس رو اگه داشته باشیم یه ویدیویی که منتشر شده نشون میده یه سری آدم دارن به یک اتوبوسی که ادعا همجور که گفتی ادعا میشه که زایران ایرانی در آراغن سنگ میزنن و آجر پرت میکنن به سمت اتوبوس رو دارن دعوا میکنن خیلی از رسانه های داخل ایران و نزدیک به حکومت گفته بودن این نادرسته این اصلا ربطی به عراق نداره و این با... تو مصر داره اتفاق میفته ما خودمون جدا گفتیم مستقلا اینو بررسی کنیم و این حرف درسته در واقع ویدیو مربوط به درگیری هواداره دوتا تیم فوتبال تو مصره هواداره تیم الاهلی قاهره و تیم اسماعیلی که این دوتا خب ظاهرا خ... حالا تو تحقیقاتمون فهمیدیم مسابقه بین این دوتا کلاسیکو مصره دربیه خیلی آره. آره. دوتا تیم مهم و خیلی رقیبن دوتا در واقع اون چیزی که تو ویدیو داره اتفاق میفته هواداران تیم اسماعیلی دارن آجر میزنن به اتوبوس هواداران تیم الاهلی حالا از کجا میتونستیم اینا رو تایید بکنیم یکی این که خب جلوی اتوبوس پشت شیشه جلو میبینیم که از این تبل هوادارا و تبل تشویق و این چیزاست دسته نفر و روش لوگو یه لوگویه این لوگو رو که چک بکنیم رفتم چک کردم با تیم تیمای مصری دیدیم بله تیم لوگو تیم الاهلیه لباسی هم که تن اون کسایی که آجرام میزنن و رفتیم چک کردیم همشون لباس زردی داشتن با سرشونه آبی دقیقا لباس تیم اسماعیلیه حالا بجز اینا بماند که رسانه های عربی هم و مصری این موضوع رو اصلا پوشش دادن خب ما یه تصویری از این ویدیو گذاشتیم و این چیزها رو تو همون تصویر توضیح دادیم که این لوگو چیه و این لباس مربوط به چه تیمی هنوز ولی یه راه دیگه یه هم بود یعنی ولی اون میکردیم میخواستیم جای دقیق و لوکیشن آره آره میخواستیم ببینیم دیگه مثلا دیگه کجا اتفاق مشخص بود کافی بود دیگه یعنی کفایت میکرد کفایت میکرد. میکرد که این ربطی به عراق و زایران ایرانی و اعتراض به زایران ای حضور زایران ایرانی نداشت و خب به هر حال حالا های داخلی هم همونجوری که گفتی این فکت چک کرده بودن حالا به هر حال موضوعیت هم براشون داشت اهمیت هم داشته لا بود ولی خوبه این سنت فکت چکینگ ان به همه حوزه ها اینها سرایت بکنه بیشتر فکت چک با حساسیت دنبال بکنن این چیزا رو خیلی اتفاق خوبیه خب آقا فراد بریم سراغ سوژه بعدی که فکر می‌کنم میتونیم خیلی کوتاه بهش اشاره کنیم یه شایعه است درباره مریم میرزاخانی و انتشار عکسش و مطلبی دربارهش تو کتاب های درسی آمریکا. ماجر چاپ عکس مریم خانی تو کتاب های درسی و کتاب های آموزشی غربی سوژه جدیدی نیست دوباره ولی مطرح شد و این هفته هم ما فکت چکش کردیم توی شبکه های اجتماعی ایرانی ادعا شده که وزارت آموزش آمریکا در راستای فرنگسازی برای دانش آموزان خود در کتاب های درسی یک بخش را به معرفی زنده یاد مریم میرزاخانی نابغه ایرانی اختصاص داده خب ما بهش نشان نادرست دادیم خب این ادعا نادرسته چون اصلا همچه اتفاقی نیفتاده خب این موضوع از سال 98 یعنی حدود سه ساله که مطرح بوده فقط هم تو شبکه اجتماعی نبوده رسانه ها مطرح کردن به طور مشخص باشگاه خبرنگاران جوان یه گزارش داره در خرداد 98 توی اون گزارش در واقع این موضوع رو اصلا تیترش و اینا همینه ولی نکته اینه که یه توضیح یه پاراگراف خیلی ریزی اون پایین مطلبم هست روی تیتر هم یه چیزی نوشته شایعه یا واقعیت که به نظر من میرسه که فکر میکنم حس بزنم اینو بعدا عوض کردن شنیدن درست نیستش و اون پایین این اون نوشتن که یه زمزمه هایی هستش که این جلی حالا ما منتظریم ببینیم چیه ساعت صبح آشکار بشه متاسفانه بعد سه سالی ساعت صبح این خبر برای دوستان باشگاه خبرنگار جوان آشکار نشده و هنوز خبر توی سایت در دسترس این ربطی به کتاب های درسی نداره و از جای دیگه اومده درست آقا بله حالا این کتابی که عکسش رو گذاشتن تو پستا چیه جریانش ببین یه کتابیه به اسم Good Night Stories for Rebel Girls یعنی دانش داستان‌های شب برای دختران مثلا سرکش سال 2016 منتشر شده کتاب درباره 100 صد, صد, زنه که میتونن الگوی دخترها باشن برای مثلا شکستن اون کلیشه هایی که برای دخترها تو خیلی از جوامع گذاشته میشه حالا مریم میرزاخانی هم یکی از اوناست و یه، یک بخش از این کتاب یکی از اون صد زنه یه بخش از کتاب به خانوم میرزاخانی اختصاص داده پس مسئله کتاب درسی نبوده یه ناشر مستقل رفته کتابو جاب کرد. داره کتاب چاپ کرد حالا کتاب موفقی هم بوده ترجمه هم شده این برمه. ولی که توی آبحث آب آموزش اینها مطرح نیست وزارت آموزش آمریکا یا مدارس دولت رو نکردن آره قبلا هم کتابای درسی رو که اصلا دولت حالا به هر حال کریکولوم یعنی اون چیزها رو دولت ها در واقع اون آموزش پرورش که معمولا وابسته هستن به دولت های محلی مهم. اونها تعیین میکنن برد. که چه مباحثی مطرح بشه کتابا چارچوبای رو تعیین میکنن حالا یه متفاوت از این سیستم کتاب در ایران ولی یه چنین چیزی در واقع ربطی به دولت آمریکا ربطی به نهادهای آموزشی رسمی اونها نداره یه کتاب آزاد و مستقل درباره از این کتابام نمونه و مشابهش هست قبلا هم یه ادعای مطرح شده بود درباره مریم ارزاخانی گفته بودن که دولت کانادا در واقع عکس ایشون رو روی کارتی چاپ کرده به مناسبت روز زن هدیه داده خب اونم ما بررسی کردیم درست نبود یه فکت که دیگه هم بود که میگفتن ویدیوی وصیت نامه مرضی میرزاخانی بله. که اونم خیلی جلی خیلی بود میدو. خلاصه متاسفانه متاسفانه خیلی خب دانشمند محترم و عزیزی بود خانم میرزاخانی و همه خب متاسفن اینها ولی اینکه داره تبدیل میشه توی شبکه های اجتماعی و یه سری رسانه ها داره تبدیل میشه شبیه به از این شخصیت های در واقع چی میگن بهشون مثل دکتر حسابی و پروفسور سمیه نقل قول میچسبونن بهشون و باشون در واقع پست درست میکنن و داره تبدیل میشه این واقعا تاسف برانگیزه این رسانه ها دیگه وارد این بازی نباید بشن دیگه دیگه یه سرچ کردن و فهمیدن اینکه یه خبری جعلیه خب کاری نداره باشگاه خبرنگاران جوان که بالاخره یه اداره داره یه چهار تا کارمند داره که اینا یه گوگل که بکنن خب متوجه میشن که این واقعیت نداره و علکی اینو نمیذارن سه سال به مدت سه سال روی سایتشون بمونه و به عنوان یه خبری که در واقع از اونجا پخش بشه و در واقع تشدید بکنن جریان پخش اخبار جلی رو حالا بعد از اینکه ما مطلب رو منتشر کردیم برای ما کامنت گذاشتن که این کتاب اصلا تو ایران هم ترجمه شده با عنوان داستانهای خوب برای دختران بلند پرواز قصه های درباره زنان استثنایی خوب خوبی هم داشت. نشر نو منتشر کرده اینو این کتاب رو خب ما حالا اینو باید بعدا به متن مقالمون رو سایت هم اضافه بکنیم این اضافه مهم. میکنم بعد از زبط پادکست <تصفح> <تصفح> <آخرت. تصفح> <تصفح> دیگه بریم سراغ ف... فکچک بعدی دو تا فکچک دیگه داریم آ... یکی درباره کارتون خوابا در تهران و دیگری سرعت اینترنت در ایران آقای سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ توی گفتگوی با خبرگزاری مهر در واقع میگه که ما در تهران اتوبوس خواب و کارتون خواب نداریم این گفته حالا زمینش اگه بخوام بگیم در واکنش به سوال خبر... این خبر... در واقع خبرنگار مهره که بهش ازش درباره فیلم مجبوری ما آقای دورمیشیان سوال میکنه این فیلم حالا به حال ویکی‌پدیاشو میتونید ببینید یه صحنه از فیلم هم تو خبر خبرگزاری مهر منتشر شده اونجا یه سری افراد رو نشون میده بی خانمانن کارتون خوابن کنار خیابون خوابیدن کنار اتوبوس خوابید. شخصیت های فیلم توی کوچه ای را میرن که پر کارتون خواب بود آره. گوشت تا گوش خوابیدن آه خیلی حالا تصویر یعنی حالا فیلم آقای پول... فرمانده پلیس حسین رحیمی میگه که من این فیلم رو ندیدم ولی ما اصلا در تهران کارتون خواب و اتوبوس خواب نداریم خب این یه گزاره قابل فکته که ما هم رفتیم سراغش سعی کردیم تماس بگیریم به نوعی با حالا سخنگوی پلیس یا افرادی که حالا اونجا توی نیرو انتظامی هستن به جای نرسیدیم ازشون سوال بکردیم مبنای این حرف چیه منظورشون چه چون به شکل واضحی این حرف خیلی همخانی نداره دیگه با سایر چیزهایی که میبینیم ما یه سری حالا به حال گزارش داریم تو رسانه های رسمی منتشر میشن درباره این پدیده ما یه سری در واقع اظهار نظر داریم از افراد مسئول از جمله از خود آقای حسین رحیمی که همین چند ماه پیش اوایل توی فروردین همین سال 1401 توی مصاحبه گفته بود توی تهران فقط 22 هزار م... حالا از واژه معتاد متح... جاهر استفاده میکنه حالا داخل گیومه داریم که 7 هزار تاشون هم در واقع جایی ندارن یعنی توی سطح شهر هستن و اینا این, این گفته رو خودش گفته بود غیر از اون به هر حال مسئولان دیگه شهرداری شورای شهر آدم های مختلف مختلفی چنین چیزی گفتن آماری درباره این که جمعیت افراد بی خانمان کارتون خواب یا حالا به قول این تعریف متادانه، متجاهر چقدر وجود نداره آماری نیست یه سری اعداد و ارقام گفته شده با هم دیگه اختلاف دارن اونایی که مقام های رسمی گفتند تا 24 هزار تا هم هست ولی خب برحال یه سری انجیو هم هستن این سازمان های مردم نهاد که تو این حاضر کار میکنن که اونها میگن جمعیت اینا در واقع بیش از 35 هزار نفر هستش در واقع تخمین زده میشه خلاصه اما صرف نظر از اینکه حالا این آمار چقدره اما در این واقعیت که این وجود دارن اینها به تردیدی نیست به هر حال این گزارش مثلا اتوبوس خوابی توی اسلام منتشر شده ایرنا درباره که خبرگزاری دولت هستش درباره کارتون خوابی مطلب داره یا اصلا خبرگزاری های فارس و اینا دارن خود مسئولین شهردار معاون شهردار عضو شورای در واقع جنس کسایی که کسا اظهار نظر میکنن در واقع اینها نشون میده که اینها کافیه برای اینکه به این نتیجه برسیم پدیده وجود داره و یک واقعیت ناخوشایندی هستش که حالا درباره دلایلش و اینها اصلا دیگه خارج از حوصله فکت ما و در واقع خارج از حوصله این پادکست ما گفت نشانه در واقع نادرست دادیم به این گفته حالا نسخه مفصلش طبق معمول روی سایت هست اگه علاقه داشتید بیشتر دربارش بدونید اونجا میتونیم میتونید ببینید خب بریم سراغ فکچک بعدی اونم این یکی رو هم خودت رضا توضیح بده و اونم درباره سرعت اینترنت در ایرانه خب یک سالگی دولت نهادهای دولتی گزارش عمل کرد دارن میدن اول پادکست رو با در واقع گزارش عمل کرد رئیسی شروع کردیم صحبت کردیم درباره تورم و اینها آخرش هم حالا گزارش عمل کرد وزارت ارتباطات بحث سرعت اینترنت دوباره پیش اومده این اولین بار نیست که ما داریم یه ادعایی درباره سرعت اینترنت در ایران رو فکت چک میکنیم این دفعه حالا وزارت ارتباطات اومده و مدعی شده که بر اساس آمار اسپیید تست سرعت اینترنت در ایران حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده. خب ما به این نشانه گمراه کننده دادیم خب اسپید تست خب یه منبع معتبره برای سنجش سرعت اینترنت به حال بهش میشه ارجا داد اما این چیزی که داره الان نشون میده در مورد ایران در واقع یه ایراد اساسی داره اونم اینه که داره الان به خاطر که 60 تا سرور داره اسپید تست داخل ایران در واقع داده های این ابزار دارن ارتباط کاربر با سرورهای موجود داخل کشور رو نشون میدن این چیزی که داره نشون میده در واقع سرعت اینترنت داخل ایرانه بله ده درصد در واقع افزایش ممکنه پیدا کرده باشه پیدا کرده اصلا بگیم اما این به معنی نیستش که سرعت اینترنت افزایش بده کرده. ما به شکل خیلی به گزارش زیادی داشتیم درباره کاهش سرعت در واقع اینترنت کاهش سرعت ارتباط با در واقع اینترنت جهانی این در مورد شاید کشور دیگه موضوع نداشته باشه که بحث حالا اینترنت بین الملل و اینترنت داخلی تفکیک نیستش ولی در مورد ایران که سرعت در واقع ارتباطات داخلی رو افزایش میدن ولی خب ارتباطات خارج از کشور رو محدود میکنن در واقع اینترنت محدود میشه یه چنین چیزی کاملا موضوعیت داره شما نمیتونی بگی آقا با استناد به اینکه سرعت داخل شبکه داخلی رو بردی بالا بیا ادعای مطرحش کنی که سرعت کل اینترنت رفته بالا نه ما متاسفانه در ایران با یه دو تا اینترنت داریم به این نتیجه رسیدیم که اون چیزی که گفته شده در واقع یک گوشه ای از افزایش سرعت اینترنت بسیار محدود مربوط به سرعت ارتباطات داخلیه و ربطی به اینترنت به معنی متعارفش نداره یعنی به شبکه جهانی وب متاسفانه نشانه از افزایش سرعت ارتباط کاربران با شبکه جهانی وب در دست نیست خب اینم از اپیزود هفتاد و پنجم خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید ما سعی میکنیم هفته دیگه اگر فرصت بشه حتما بریم سراغ یه سری از کامنت ها. چون بعضی رو خوبه که جواب بدیم و سوال مطرح شده که به نظرم کامنت های خیلی خوبه هم تو کست باکس کامنت های خوبی گذاشته میشه ضمن اینکه که خب خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو اگر دوست دارید به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ های پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم که بتونین راحت بهشون دسترسی داشته باشید تهیه کننده پادکست افشین صدریه و هیلا نیکو و مدیر هنریشه که برای ما کاورها رو طراحی میکنه آدرس سایت ما است فکنامه حتما بهش سر بزنید بخش مکتب خانه رو هم بهش سر بزنید ویدیو جدید آپلود کردیم انیمیشن جدید درباره تبلیغات سیاسی در فضای آنلاین همین دیگه تا هفته دیگه وقتتون بخیر و خدا مراقب خودتون باشید خدا نگهدار